سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. زهرا سروش هستم با برنامه لایف به همراه خانم دکتر پوژن زینی عزیزمون، پژوهشگر، نویسنده و روانشناسمون. چه خوشحالم خانم دکتر. سلام. با سلام به شما، به همه عزیزانی که با ما هستن، خوشحالم که یک هفته دیگه دوباره در کنار هم هستیم. به امید روزی که در کنار هم واقعا دوباره در اینجا باشیم. انشالله. داشتم از خانم دکتر میپرسیدم که واکسنتون رو زدین؟ خب دیگه بذاریم ما بیایم ببینیمتون، دیگه دلمون تنگ شد. بعد گفتن آره بذار نوبت دومش هم بزنم، منم دارم میرم بزنم خانم دکتر، که دیگه راحت بشیم بتونیم از نزدیک هم دیگه رو ببینیم. به روز پیر شدیم، به امید روز در کنار هم با هم باشیم و پیش میاد. من فکر کنم اکثر آدم ها که برن واکسنشون رو بزنن و میگفتن که مثلا تو دنیا اگه 75% آدم ها برن واکسنشون رو بزنن، ما یه هرد امیونیتی میگیریم و میتونیم که یه فضا باز بشه. تقریبا بچه هم هوا داره گرم میشه، من فکر کنم دوباره فضایی که بیرون همدیگر رو ببینیم باز راحت تر خواهد بود تا این که خب سرد بود و همه باید توی فضای بسته میبودن و شاید خطرش بیشتر بود. واسه به امید اون روزا که همینجور که داره نقویه باشه باش نزدیک عید میشه، ما هم همه آزاد شیم. واقعا میگم این کووید هممون پیرمون کرد، واقعا داغونمون کرد، ولی خب یه تجربه خیلی پرقدرتی بود، درد شدیدی داشت، به هر حال اذیت زیاد کرد عزیزانمون رو، هموطنانمون رو، کل دنیا رو، ولی خب یه درسایی هم داشت. خانم دکتر امروز اتفاقا میخوام راجع به سالخوردگی و پیری صحبت بکنیم تو برنامه و برچسب هایی که به این اسم زده میشه و کلیشه هایی که براش در دوران طول تاریخ ساخته شده. یک کتابی هست به نام چگونه پیر شویم که اتفاقا آقای دکتر مشتبه شکوری، آقای سروش صحت هم راجع بهش صحبت کردم، منم توی اینستاگرام شیرش کردم که عزیزان اگه کاملش رو میخوان بشنون برن بشنون، ولی دوست دارم منم این کتاب رو حتما حتما بخونمش. عنوانش اینه که خب ما وقتی از وقتی به دنیا میایم داریم پیر میشیم، ای داریم به روی پیری میریم، ولی جالب اینه که میگه یه گروهی هستن حتی تو فیلم ها، حتی تو هالیوود، حتی توی دنیا فیلم سازی که میخواد بکنن، وقتی یکی سنش میره بالا یا میزنش پشت سماور یه چای بریزه یا یه مثلا باغچه رو آب بده، یه کارایی بهش میدن، مثلا یه حالت کلیشه‌ای ساخته شده. یه سری جدیدامونم اسپورت میپوشیم و لباس ورزشی و کلا میذاریم و عینک میذاریم و هی میخوایم انکارش کنیم که مثلا سنمون رفته بالا. این کتابه خوبیش اینه که بین این دوتا رو راجبش حرف میزنه و خوبی ها رو میگه و اینقدر قشنگ راجب این پیر شدن یا مرور زمان صحبت میکنه. و من چکیده که از حرفا گرفتم اینه که من که وقتی به دنیا میام یه وسایلی در اختیار من قرار داده، طبیعت، خدا، گوش، چشم. وقتی اینا ضعیف میشه، خب تکنولوژی اومده کمکمون دیگه، گوشمون ضعیف میشه سمک میزنیم، چشممون ضعیف میشه عینک میزنیم، اما هزار تا، ولی خودمون که عوض نمیشیم. منم دیگه، تازه مغزم پیچیده تر میشه، تازه بهتر از زندگی میتونم تو اون سن لذت ببرم. دوست دارم راجبش از زبان شما بشنویم که واقعا نظرتون چیه راجب این موضوع. چند تا مورد ما نگاه میکنیم. یکی از نظری که سن ما داره میره بالا، اولا پیری رو من فکر میکنم که سنینی که ما در مورد پیری داشتیم صحبت میکردیم متفاوته. یعنی یک زمانی بودش که سن انسان دیگه اوریجش 40 سال بود، یعنی 40 سالگی اغلب اشخاص در دنیا داشتن میموردن. خب الان به خاطر مسائل طب اوریج سن تقریبا شده بین 75 تا 80. حالا اوریج 75 تا 80 یعنی از اون طرف میبینین کسایی هستن که دارن به 101 هم میرسن، ولی حداقل دیگه تا 90 خورده ای رو دارن میرن حتی اگر بیماری هایی داشته باشن. ولی خب بیماری ها به خاطر علم طب تونستن که یه مقداری اون شخص حتی اگر بیماری رو داره سالیان سال باهاش زندگی بکنه. کسی که آلزایمرز داره، کسی که پارکینسون داره، کسانی که سرطان دارن میتونن عمل بکنن و سالیان سال زندگی کنن. در نتیجه با تشکر بسیار زیاد از علم طب که تونسته که مسئله پیری رو اصلا از سن 40 تقریبا دیگه بیاره به 75 80 به 85 برسونه.
و بعد نگاه میکنین که اشخاصی هستن که هنوز که هنوزه در سنین خیلی بالا الان دارن 80 ساعت 90 ساعت در هفته کار میکنن. ما یکی از دوستان بسیار عزیزمون دکتر شمعی که همیشه بهش میگم من وقتی که بزرگشم میخوام مثل شما بشم، برای اینکه ماشاءالله یعنی عجیب اینشون سر ذوق دارن کار میکنن. دو تا روانشناس دیگه که امروز باهاشون صحبت میکردم، فیلیپ زیمباردو که ریناون یعنی دکتر برنز، کسانی هستن که اینا تو 80 سالگی باشون صحبت میکنی میگه من تو عمرم اینقدر زیاد کار نکردم که تازه تو این سن شروع کردم و ذوق دارم و دارم کار میکنم. درنچه میبینیم که اصلا مسئله پیری سن خودش رو عوض کرده و دیدگاه خودش رو عوض کرده، از اینی که چقدر کاربرد دارین، از اینی که با علم چقدر علم تپ چقدر میتونین جلو برین، و حتی از نظر قیافه ها به خاطر اینی که تغذیه عوض شده، به خاطر ورزش ها عوض شده، مدلی رو که دانش به ما یاد داده که چجوری از بدن خودمون و از مغز خودمون جلو ببریم و نگهداری بکنیم، تمام مسائلی که حالا برای قیافه و برای مخصوصا خانما مو و نمیدونم صورت و زبانسازی ماها به وجود آورده، خب سن و پیری رو کاملا تغییر داده. مثلا یه زمانی بودش که من خودم یادمه که من فکر میکردم 40 سالم که بشه میمیرم دیگه، اصلا مردم نه که پیر شدم، مثلا 35 سالگی پیری بود، 40 دیگه مرگ بود. الان خب 59 توی سه بسه بین 59 و 60 هم دیگه، یعنی نوام که بشه میشه بعد من دارم نگاه میکنم میبینم واو، مثلا حالا میگم خب ایدی دیگه من 80 سالم که شد دیگه کار نمیکنم. امروز که داشتم با دکتر زیمباردو حرف میزدم 88 ساله تازه داره پروژکت توی دنیا درست میکنه، دارم نگاه میکنم میگم واو این تازه 88 ساله دیگه داره پروژه تو دنیا درست میکنه. بس این همین میبینیم که زمانی که از درون ما اون ذوق و شوق هست برای پروژکت های جدید که فکر میکنیم تأثیر گذاریم، خیلی کمک میکنیم. خانم سروش ببین، ما مثلا عشقمون رو در دوران کودکی اولش از پدر و مادر میبینیم، بعد دیگه حالا مادر بزرگ و پدر بزرگ و عمو اینا، بعد مدرسه از معلمیمون و دوستانمون، بعد دیگه نوجوان میشیم از دوستانمون و بعد مثلا دیگه این فضای عاشقی برامون پیش میاد، بعدش دیگه حالا ارتباطات عاطفی، بعدش عشقمون رو از کار و حرفمون و کسانی که تو کار و حرفه هستن، بعد بزرگتر که میشیم حالا بچه دار میشیم عشقمون رو از بچه، و بعد که اینا هم دیگه بزرگ شدن عشقمون رو جامعه داریم میگیریم و اونجوری که ما داریم به جامعه خدمت میکنیم و بعد در کنارش از جامعه داریم اون ولیدیشن و اینی که چجوری خدمت ما یا در کاری که برای اونها داریم انجام میدیم بازده داره، کیف اینه که اگر من در خدمت انسان ها هستم در جامعه و اون رو بازدهاشیه، این قسمته که به نظر من زیباترینه در سنین بالا، حالا اسمشو میذارم سنین بالا. سنین بالا زیباییش به خردیه که شما الان گفتین که من در زندگی نه تنها ممکنه از دیدگاه دانشگاهی یاد گرفتم، بلکه اصلش از تجربیات زندگی یاد گرفتم، اشتباه کردم، شکست خوردم، پا شدم، خودم رو تکوندم، دوباره رفتم جلو و یاد گرفتم اینه که با سختی ها چجوری بگذرم و تاریخ دنیا رو دیدم، یعنی نه تنها تاریخچه من بوده بلکه خردی به وجود آوردم از زمان دنیا. مثلا شما حساب بکنید کسی که 80 سالش الان، زمانی که به دنیا اومده رادیو تلویزیونی نبوده، میدونی؟ ماشین من نمیدونم چه سری اومده، اصلا این مسئله تکنولوژی نبوده. فکر کنید در از 80 ساله تکنولوژی که فقط تو چشمش دیده و به کجا رسیده، جوری که علم تب کمک کرده، جوری که مسائل دنیا در کنار هم حالت گلوبالیزیشن گرفتن، خب خیلی متفاوته و شما تجربه شخصی خودت رو داری با تجربه بزرگتری که بیرون هست. خب همش سالمه به اینی که من چجوری این تجربیات خودم رو یک در دسترس فرزندان، نوه ها، نتیجه ها و گروه خانواده خودم میذارم و چجوری میتونم برای اونها این خرد خودم رو داشته باشم، دو اینی که این خرد خودم رو چجوری در اختیار انسانهای دیگه میذارم. خیلی ها هستن در این سن حتی اگر کار نمی کنن که درآمد داشته باشن، شروع میکنن توی ارگانیزیشن های مختلف رفتن، والانتیر شدن، خردشون رو گشتن، کتاب می نویسن از دیدگاه، از با کتابشون
دارن خودشون رو به جامعه تحویل میدن. درجه اینا فضای سلامتی که شما داری به وجود میاری با شناخت اینی که آره من خاطرم ممکنه اونقدر کار نکنه، سرعتم اونقدر کار نکنه، ممکنه بدنم قسمتهایش زیاد حالا دیگه به سرعت قدیمی نیست، در نتیجه باید از اون نگهداری بکنم تا یه سری کارها رو انجام بدم، به جای مثلا کار زیاد ساعت زیاد کمترش کنم، وسطش دراز بکشم بخوابم و اینطور. این میشه سلامت. حالا میخواین شما یه چیزایی بگین به من تا من بعدش خراب کنم. داشتم همین فکر رو میکردم از حرفای قشنگتون، نتیجه گرفتم که یه موضوع دیگه هم که میخوام بهش اضافه کنم اینه که همه چیز خوشمزه تر میشه وقتی سن میره بالا. مثلا اگه میشینی بارون رو نگاه میکنی، اگه یه گوشه میشینی یه چای میخوری، یه کافی با دوستت میخوری، عمیق‌تر میشه و از درون خودت هم بیشتر لذت میبری، بیشتر عشق و خوشبختی درونی تر میشه تا به خاطر من. مثلا ما یه توپ دارم قلقلیه وقتی بچگی مثلا خوشحالمون میگه و همینجوری اومد بالات. الان اتفاقا دیروز راجع به تکنولوژی فرمودین شما، خوندم که به زودی زود، نه که راه دور، به زودی زود تا یه چند سال آینده لباسهایی میاد که ما میپوشیم که این هوشمنده، که این لباس هوشمند 2 ساعت 3 ساعت قبل از اینکه یکی خدای نکرده بخواد سکته کنه خبر میده به دکترش. یعنی یه تحولاتی داره به وجود میاد توی تکنولوژی که من فکر میکنم مثلا ما فکر کنیم اصحاب کهف هستیم، اومدیم از غار بیرون، اینا چیه؟ مثلا من میگم تلفنم جدید شده بود، یکم تا اومدم با شما ارتباط برقرار کنم یه سری دوچار مشکل شدم که شما خودتون کمکم کردین که این کار بکن اون کار بکن اینا. به هر حال یاد میگیریم و لذتش عمیق‌تر و بهتره. و یه زمانی هم میگفتن نه اگه این سلولای مغزی رفت دیگه سر جاش نمیاد، بعد همونجوری که شما تو برنامه هم گفتی نوروساینس اومد گفت نه بابا جون، دوباره ترمیم میشه، دوباره با خوندن، دوباره با کار کردن و اینکه یاد بگیریم از دستمون هم کار بکنیم. مثلا تو این کتاب اشاره‌ای که داشت اینه که یه موزیسین یا کسی که یه سازی رو میزنه حتی اگه آلزایمر بگیره سازش رو هنوز بلده بزنه و احساساتشو هنوز داره، میخنده، میشینه، غمگین میشه، خوشحال میشه، اینا که از بین نرفته، که ممکنه اسم خود رو از یاد ببره ولی احساسات هیچ وقت از بین نمیره و اینا خیلی امیدوار کننده است. من مشخصا جوری که علم نشون داده، علم طب نشون داده و نشون که شما از قسمت‌های مختلف بدنتون اگر که به حالت تعادل استفاده بکنین همیشه کارایی اونها رو شما نگه میدارید. یعنی اگر یک قسمت از به اکسس استفاده کنید ممکنه خراب بشه، مثلا زیاد اصد بدوید وقتی دیگه سنه کارایی نده، ولی اینه که اگر پاهاتون رو به اندازه کافی کار ببرید، دستاتون و قسمت‌های بدنتون و مغزتون و قسمت‌های مختلفش رو، یعنی حتی داشتن نشون میدادن که چه بچه‌ها وقتی که دارن یک ساز موسیقی رو میزنن چقدر مغزشون بیشتر داره سینپسسا تمام مغز رو میگیره. حتی این رو داشتن برای کسانی که سن بالا بودن که بابا یه ساز جدید یاد بگیرید برای که دوباره شروع میکنه سینپسسای جدید میسازه، یک زبان جدید یاد بگیرید و میبینین که قسمت‌های مغز رو چه گوشایی، چه شنوایی، چه شروع کنین کتاب یا پادکست رو از گوش اینا چون اون قسمت شروع بکنه کار کردن، شروع بخونید، یعنی یه سری چیزها رو ولی بخونید که چش قسمت چشمتون و دریافت اطلاعات از اون قوی بمونه. بازی‌هایی هست الان آنلاین گذاشتن، شما میتونین بازی جدول بزه درست بکنین که هوشتون رو هی استفاده کنین و اجازه ندین که این سینپسس ها چون به کار نمیرن بمیرن، بلکه این سینپسس ها همین جوری قوی‌تر و قوی‌تر بشن. در نتیجه خب علم کاگنیتیو ساینسز و طب خیلی کمک کرده که ماها چون دیگه یواش یواش راجع به بدنمون و مغزمون داریم بیشتر آگاه میشیم و طبیعتا هم میدونیم چجوری بیشتر ازش استفاده بکنیم، چجوری غذاهایی بخوریم که مغز ما رو داره گشایش میده و سالم میکنه، تو غذاهایی بخوریم که بدن و مغز ما رو در حقیقت میزنه داغون میکنه. بچه همه اینها به ما کمک که سنمون که میره بالا بپذیریم که از یک جایگاهی ممکنه که توانایی هامون کمتر داره میشه، یه قسمت دیگه ای توانایی هامون داره بیشتر میشه. بنابراین دانش و حضور به اینه که
کجاها هستش که باید ادامه بدن و تواناییم داره بیشتر و بیشتر میشه. یکی از چیزایی که مثلا تو سن میاد اینه که شما تو هر حرفه‌ای که هستین به خاطر قدمت سالیانی که دارین قاعدتا در یک سنی بیشتر شما credibility reputation درستی برای خودتون به وجود آوردین که آدما میان سراغتون. یعنی اگه 20 سالتون باشه ممکنه انقدر بهتون محل نذارن که وقتی مثلا از 20 سالگی تا 60 سالگی 70 سالگی شما 40 50 سال یک کاری رو کردین، یعنی شده ملکه وجودتون. مثلا خود شما من دیدم موقعی که مریضی شب نخوابیدی، اتفاق مثلا حالا مسئله بوده که بعد هندلش می‌کردی، ولی لحظه‌ای که اومدی روی دوربین به خاطر قدمت سال‌هایی که داشتی و داشتی کارتو انجام میدادی، هیچ کسی توی کسی که داره نگاه میکنه متوجه نمیشه که حالا ممکنه که 100% شما بهترینتون اونجا نیست. به خاطر اینه که خب این با سن اومده، با تکرار مسائل اومده و به خاطر همینه که بهترینتون رو دارین اجرا میکنین. حالا قسمتی هم هست همونطور که شما میفرمایید که آدمایی هستن که معمولا هم بیشتر به خاطر مسائل زیباییشون، فقط زن مردها هم همینطور هست که نگرانی براشون به وجود میاد که دارن از دست میدن، یعنی سوگواریشون رو جوری دارن انجام میدن که دردآوره براشون. و خب سوگواری رو داره، مثلا من روزی که خیلی خورده سالم شده دفعه خودم دیگه منی که 20 میدم همه چیز رو دیگه شروع شد میدونی فازی میدیدم، یا مثلا کاری که انجام میدادم انرژیم توی در روز خیلی زیادتر بود، 10 تا کارو با هم انجام میدادم، الان 2 تا کارو میخوام با هم انجام بدم یکیش خراب میشه. یعنی ده حرف نداره یعنی که خاطرم نیست، یعنی واقعا مثلا اسمشون رو به من میگن قیافشون رو من میبینم بعد یه دقیقه دیگه برمیگردم من اسمش رو یادم نه قیافش. خب اینا چیزاییه که سوگواری داره، مثلا هر چیزی طرف یه چیزی از دست میده اول میترسه و بعد که قراره باهاش عادت کنه که داره از دستش میده سوگواری براش میاد، ناراحتی، غم، خشم که چرا اینجوری داره میشه، ترس، انگزایتی. ولی یه مرحله سوگواری هست که هر دهه یا هر زمانی که ماها یه قسمت از بدنمون دیگه توانایی نداره و با اون چجوری گریسفولی باهاش کنار بیایم، خداحافظیمون رو بکنیم و بعد نگاه کنیم که چی دارم و اون چیزی رو که دارم و میتونم چجوری جلو ببرم. یعنی یه روز بودش من 13-14 تا کلاینت میمدن، هر هفته هم مثلا 50 تا کلاینت داشتم، بعد مثلا وسط آخر ویکند میشستم تمام نوتا اینا رو مینوشتم. امروز من باید بغل دست شما بنویسم چون شما رو که دیگه نبینم 5 دقیقه بعد یادم رفته چی گفتی. مواظب خودمون باید باشید. خب باید چی کار کنم مثلا با که مراجعه کنم؟ من ببخشید من باید بنویسم، من چه وقت داره حرف میزنه من همونجا دارم مینویسم. درسته که یه چیزی رو از دست دادم ولی یه تکنیک دیگه ای رو به وجود آوردم که جلوی منو نگیره و بتونم در همونجا کاراییمو داشته باشم. درسته. من به تازگی تولدم بود که شما به هر حال اولین کسی بودین که لطف کردین. سالهای قبل هی میگفتم نه زشته دیگه سنمون رفته بالا، هی نگین تولدت مبارک به بچه ها میگفتم اینا. بعد به این نتیجه رستم خب میدونی با این همه حوادثی که تو دنیا هست، با این همه به قول کسایی که حالا توی علم پزشکی هستن، با این همه تخمکی که از بین رفته و نمیدونم اسپرمی که از بین رفته و بعد بین میلیون ها من به وجود اومدم، بعد از به وجود اومدنم این شانس رو داشتم که امسال زنده باشم هنوز و پام روی زمین باشه، خب باید جشن بگیریم دیگه. خودم با خودم داشتم حرف میزدم میگفتم خب میشه آدم فقط نگاهش رو عوض کنه و به قول فرمایش شما از توانایی دیگه که داره استفاده بکنه و موقعیت های دیگه. یه زمانی بود واقعا این فرصت رو نداشتیم که بشینیم آفتاب بگیریم، از گرمای آفتاب رو بدنمون لذت ببریم، یا دوش حمام وقتی میریخت رو سرمون آبش اصلا با عجله میمدیم بیرون که کار دیگه، ولی الان حسش میکنیم و اینو به قول فرمایش شما جایگزین کردنش خودش لذت بخشه و به فال نیک بگیریم و خوشحالی کنیم. دقیقاً. و اگر مشکلی داریم که سنمون داره میره بالا، نظر من کمک بگیریم از مشاورین، از روان درمانگرا، از کتاب هست راجع به این مسئله و باز میکنه مسئله رو. ببینید اگر که ما سنمون که داره میره بالا قسمت زیباییمون رو رها بکنیم، که از بزرگترین چیزهایی که من یادمه که برای خود من بود اینه که خب مثلا پوست داره میفته و بعد مثلا یک قسمتی رو که من فکر میکردم خب جزء تواناییام هست، مثلا میگفتم که خب صورتم و قیافم،
اینو دیگه ببین تا حدی شما میتونین انقدر چیز به خودتون بزنین و عوض بکنین و فلان کارا رو مثلا کنین، بعد دیگه یواش یواش اصلا شکل خودت. بعد یکی از دوستان من یک اپی پیدا کرده بود توی فیس تایم، بعد که میتونی عکستو بذاری بعد هی شروع بکنی با این کار کردن، بعد دیگه اینقدر اینو عوضش کرد که دماغ منو برداشت یه کار دیگه باهاش کرد و لب منو برداشت قلمبه کرد و نمیدونم اینا چیز کرد. بعد دارم فرستاد گفتم این که شکل من نیست، من نمیدونم این خیلی ربطی به من نداره. بعد یادمه که یه دونه چیز بود، یه دونه از سری عکس گرفتم چون عکسای قدیمی تر داشتم، حالا 10 سال پیش بود، عکسای گرفتم به همینجوری اینا رو نگاه می‌کردم، گفتم آها نگاه کن چقدر تفاوت پیدا کرده قیافه من. یادم به شما هم نشون دادم، گفتم ببین اینا رو نشون بده، بعد گفتی که ببین مسئله نیستش که پیری تو اینا هست، من گفتم ببین نگاه کن تو اینا چقدر پیرتر شدن، گفتی شادی توی اینها مثلا اون ذوق و شادی عکسا نیستش، نه اینی که مثلا چون قیافت پیرتر شده. بعد همین رو نشون میده که مثلا آیا ماها میدونیم یه ذوق کوچولی مثل بچه ها هستن که ذوق دارن، آیا مثلا اون ذوق است که شاید موقعی که ماها داریم سنمون بالاتر میره از دست میدیم یا خجالت میکشیم که اون ذوقمون رو همون جوری که بچه ها جوونی مثلا نشون بدیم، و چه جوری میتونیم اون ذوق رو روی پروژه ها یا کاری که فکر میکنیم که داریم کمک میکنیم و خدمت میکنیم. باز من کار که صحبت میکنم راجبی نیست که بریم کار بکنیم پول در بیاریم، در خدمت باشه، در خدمت خودتون و آدمهای دیگه. اون چیزها من فکر میکنم دوباره ذوقی رو که تو بچگی و جوانی داشتیم و برای ماها برمیگردونه و تا لحظه آخر هستیم کمک میکنه. من یه روانشناسی بود که با من کار میکرد و این در زمانی که داشت امتحانش رو میداد و میرفت جلو سرطان گرفت. بعد دیگه یه چیزی تقریبا 20 سال این سرطان رو داشت. دیگه سرطانه برگشته بود و به تمام قسمت‌های بدنش گرفته بود. و بعد با درد ها، چون سرطان درد داره، با درد میومد اونجا میشست و اینا، دیگه دکتران کاری کرده بودن که میگفتن دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم، این تمام بدن تو گرفته و بعد بری دیگه خونه بخوابی. بعد من گفتش که فوزان میشه من کلاینت هامو ببرم خونه ببینم؟ گفتم آخه ببین تو برای خودت داری این کارو میکنی یا برای کلاینت ها؟ آیا برای اونا کار میکنه؟ گفت من جدید نمیگرم کلاینت، ولی بیشتر کلاینت قدیمیمو بهشون بگم. گفتم تنها راهش اینه که از اونا بپرسی که آیا برای اونها کار میکنه همچین چیزی که دارن در کنارتون. و اکثرشون رفتن خونش و این دراز کشیده بود رو تخت بیمارستانی که وردن تو خونش و با اینها روان درمانی انجام. و من از اینا پرسیدم دونه دونه که چه چیزی، و یادم وقتی که فوت کرد اینا اومده بودن، من ازشون داشتم میپرسیدم که چی تو یاد گرفتی که با این آرزوی عزیز اسمش خدا بیامرزش آرزو بود چیز گفتی که برای اینکه ماها همه از اون یاد گرفتیم تا لحظه ای که چشمت رو میبندی و میمیری هنوز میتونی مثمر ثمر باشی برای یک انسان دیگه. و این به نظر من یکی از بزرگترین درس ها بود که من خودم یاد گرفتم از این آرزوی عزیزم که لحظه ای که داشت میمرد در خدمت انسان ها بود، هر موضوعی باشه. ای جانم، همین حرفای قشنگتون من رو میبره به جایی که واقعا بیان کلیشه ها رو بشکنیم. مثلا بزرگترین حرفی که آدم رو به هم میزنن حال هم دیگر رو خوب کنم، یعنی خوب موندی نسبت به سنت، خوب موندی. دیدیم که وقتی به هم میگیم حالمون خوب میشه. اینا رو یه کمی اگه روش فکر بیشتر بکنیم که به قول همین میزانه است، یه چیزایی رو داریم کم میشه ولی یه چیزایی داره اضافه میشه. مثل اینه که یه گونی ما داریم، یه کیسه، بعد گونیه هی داره فرسوده تر میشه ولی جواهرهای توش بیشتر میشه. خب خیلی بیشتر ارزشش تا من هی توجه هم ببرم روی این گونیه که چرا داره نمیدونم کش میاد، چرا خب بذار تکنولوژی و پزشکی یه کاری میکنه براش، ولی کلیشه ها رو کنار بذاریم بعدم کش بیاد. حالا ببین یه زمانی یه زمانیه که حتی من خودم اینو داشتم فکر میکردم و با اشخاص زیادی میگم، من مرد و زن مردا مثلا وقتی که چاق میشن کچل میشن اونا هم بالاخره صورتشون میفته ناراحت میشن. یکی چیزایی که خیلی جالبه اینه که اگه ما تنها چی میگن هدیه‌ای که داریم یا تنها قسمتی رو که فکر میکنیم عالیه چیزی که بدنمون و زیباییمونه، خب وقتی شما یه دونه فقط روش داری حساب میکنی، حساب پس اندازت این از بین میره، خب از بین رفته. ولی اگر این رو تنها نذاری و بگی که ببین زیبایی من
مثلا پوست جل، شادابی پوست من یکی از اون چیز هاست. من 10 تا چیز دیگه دارم که فکر که قیمتی بها داره. در نتیجه اگر یه قسمتش هم آروم آروم داره میره پایین، 10 تا چیز، 9 تا چیز دیگه مونده که بها داره برای خودم و آدم های دیگه. ولی اگه هیچی تو خودم نبینم و فکر کنم تنها چیزی که دارم برای خودم و دیگران ارائه میدم زیباییمه، خب آره اون یه دونه چیز که داره از بین میره، من احساس بیهودگی و پوچی میکنم که انگار مطرح نیستم دیگه. اگه زیبایی گرفتن دیگه من هیچ چیزی رو مطرح نیست. در حالی که شاید ما زیباییمون رو بیاریم جز به یکی از مسائل به خودمون برسیم، سعی کنیم در هر سنی زیباترین اون سن باشیم. چون من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که زیباترین سن 59-60 باشم. درست. زیباترین موقعی که 20 سالم بوده. واقعی نیست. حالا بشم 80 سالم هم زیباترینی که در اون سن قرار باشم. ولی اون میشه یکی از موارد. حالا میتونم نگاه کنم که چه هدیه های دیگه ای دارم که در زمان زندگیم دارم به خودم و به بقیه. درسته. چقدر حرفتون خوشمزه است. من زمان از دستم رفت. اگه یک جنبندی خوشمزه تری هم برامون داشته باشین و دیگه خدافزی کنیم تا لایف بعدی. ببین یکی از اون چیزاییه که میاد، یعنی شما فراری ازش نداری. در نتیجه اینقدر سعی در فرار نمیشه کرد. برای اینکه بالاخره اگه نخوای زودتر بمیری، حالا چه خودتو بکشی قراره که زنده باشی، بالاخره این داره سراغ یکی از آرزوهای خوبی که یادم ایران برای یه نفر میکردن این بودش که پیرشی، یعنی جوون نمیری، پیرشی. اگر که این رو ما نگاه بکنیم که در هر شرایطی و هر سنی یک سری اساره وجود ما، خرد ما، تجربیات ما هست که میتونه کمک کننده باشه برای اشخاص و روی اون بها بذاریم و اون بهایی که ما داریم که میتونیم هدیه بکنیم، اونجاست که usefulness، مصمر سمر بودن ما به خود ما تجربه خوبی رو میده. حالا دم قبر ما چی نوشتن که مثلا تا آخرین روز خوشگل موند، کسی نمی‌نویسه اینو. مثلا نمی‌نویسه من میرم مثلا بلند شدم بیام اونجا و راجع به دکتر فوجان زینی صحبت کنم، میدونی تا آخرین روز خوشگل و جوان. معمولا از شخصیتتون میگن، از جوری که میگن دیگه. خب حواستون رو فرا بذارید، این یکی هم بالاخره میاد و میره دیگه، به اندازه آداکت میاد که کمی کمکتون کنه. حالا مثلا 2 سال جوان‌تر نشون مفید باشیم. واقعا سنمون هم میره بالاتر مفیدتر میشیم. ببین خانما رو به نوه ها میرسن، به بچه ها میرسن، به شوهرشون میرسن، اصلا خیلی مفیدتر و بیشتر از همه تیکر میکنن. به حال خیلی برنامه خوبی بود، من که خیلی استفاده کردم، امیدوارم که عزیزان بیننده هم مثل همیشه استفاده کرده باشن و بریم تا برنامه. مرسی خانم. ممنون از شما.